29 روز اردیبهشت ماه برابر با 19 می سال 1269 خورشیدی برابر با 1890 میلادی، زادروز هوشیمین مبارز انقلابی ویتنام. دکتر هوشیمین رهبر مردم ویتنام در قرن 20، یکی از عاملان اصلی تأسیس حزب کمونیست در ویتنام بود که تلاش کرد تا با تأسیس سازمانی به نام ویتمین مرکب از کمونیست‌ها و ناسیونالیست‌ها به تسلط فرانسه بر ویتنام خاتمه دهد. هوشیمین مانند ماو و کاسترو معتقد بود که نخست کشور و میهنی باید وجود داشته باشد تا سوسیالیسم در آن پیاده شود. بنابراین او باور داشت که یک فرضیه تنها زمانی در یک جامعه قابل پیاده شدن است که با فرهنگ و باور مردمان سرزمین تطبیق داده شود. به دلیل همین تفکرات اصحاب فلسفه بر کمونیسم ویتنام عنوان سوسیالیسم هوائیزم نهادند. سال 1291 خورشیدی برابر با 1912 میلادی، کشته شدن یپرم خان ارمنی. یپرم داویدیان گانتاکتسی، معروف به یپرم خان ارمنی، از انقلابیون و رهبران نظامی انقلاب مشروطه بود که در روستای بارسوم در نزدیکی شهر گنجه زاده شد. او در آغاز جوانی و با پیوستن به رزمندگان ارمنی که می‌خواستند با عثمانیان نبرد کنند، توسط روس‌ها دستگیر و به اردوگاه‌های کار اجباری سیبری تبعید شد. وی پس از فرار و بازگشت به ایران به گیلان رفت و به اتفاق گروهی از قفقازیان و ارمنیان فوج مجاهدین فدایی ارمنی را تشکیل دادند و به همراه سپهدار تونی کابونی از رشت راهی تهران شدند. یپرم خان که در رویداد استبداد صغیر دوشادوش مجاهدان با سپاه محمد علی شاه مبارزه کرده بود و در گشایش تهران نیز همراه مشروط خواهان بود، به دلیل گرایشش به حزب دموکرات به ریاست نظمیه گمارده شد. بنابراین در واقع پارک اتابک که به کشته شدن عده زیادی از مجاهدین و ستار خان انجامید، فرماندهی قوای دولتی را عهده‌دار بود. سرانجام یپرم خان در یکی از جنگ ها در نزدیکی قلعه شورجه در همدان کشته شد و وسایل باقی مانده از او به موزه کلیسای وانک در اصفهان منتقل گردید. سال 1341 خورشیدی برابر با 1962 میلادی، سد سفید رود یا منجیل افتتاح شد. این سد که در گیلان در محل پیوستن درود قزل ازون و شاه رود در نزدیکی منجیل ساخته شده، برای تنظیم آب این درود برای کشاورزی در دشت گیلان و تولید برق به کار می رود. کار ساخت این سد از سال 1335 آغاز و در سال 1340 به پایان رسید. سد سفید رود 5 واحد تولید برق دارد که در مجموع بیش از 87 مگاوات برق تولید می کند. این سد در هنگام ساخت و اوایل دوره بهره برداری به سد سفید رود معروف بود، اما از سال 1346 این سد را سد شهبانو فرح نامیدند، ولی از سال 1357 با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی این سد به سد منجیل تغییر نام داد.